تأثیرهای خارجی را، مؤثرات خارجی رو، یعنی خارج از اسلام که در تصوف وارد شده بود و تصوف به طور کلی منقلب کرده بود، مثل بقیه مذاهب منحرف، مثل تشیع. تشیع تصوفی که از زهد سر زد، سر برند کرد، چطوری مؤثرات خارجی؟ یونانی زدگی از راه افلاطونیت جدید، هندی زدگی از راه زهد دروغین، زهد بدور از شر، ایرانی زدگی، یونانی زدگی، بودایی زدگی، همه اینها را ذکر کردیم مفصل که برای هر حقیقت جویی کافیست که جهش 100 ساله بکند، به جلو بپرد، پیشرفت کند. و عرض شد که همه اینها شاید تا حدی بدون غرض بوده باشد، تا حدی، اما رافضی زدگی در تصوف با غرض و با مرض و بدترین تأثیر رو در تشیع در تصوف گذاشت.